همکیشان عزیز اعضای محترم کنیسای نسخ شلوم ما چهارمین پاراشای کتاب برشیت رو در این شبات در کلیسا و در خانه قرائت خواهیم کرد و هنوز در زندگی جد بزرگ خود ابراهام آوینو و چگونگی رفتار و کردار او که یک سرمشق بزرگی در طول قرون و اعثار برای ملت یهود بوده هستیم در این پارشا مطالب مختلفی آمده خداوند اراده می کند دو شهر سدوم و امورا را به خاطر فساد اخلاقی و به خاطر ظلم تمام مردم شهر را نابود بسازه و تنها کسانی که در آن شهر زندگی می و شایسته این بودند که نجات پیدا بکنند لط پسر برادر ابراهام بود و خانوادهش خداوند به ابراهام اعلام میکنه هدف و قصد خودش رو خیلی جالبه خداوند نیاز نداره که به انسانی بگوید چه تصمیمی میگیره و در اینجا ما وارد یک مبحثی میشم که نمیخوام اون رو توسعه بدم یکی از اعمال انبیای ما شفی بودنه یعنی ایستادن در برابر اراده خداوند و تقاضای بخشش بخشایش برای گناه کاران کردن ابراهیم وقتی که میشنوه اراده خداوند رو تصمیم او رو برخلاف نوح نوح 120 سال میگوید مشغول ساختن کشتی بود هرچه از او پرسید خب چرا کشتی میسازی گفت طوفان آب خواهد آمد همه جا رو ویران خواهد کرد ولی هرگز نرفت مردم رو بیاد تشویق بکنه که راه خود را عوض بکنن هرگز نرفت خداوند بگه خدا بیا ببخش اراده خودت رو تقییر تغییر بده ولی ابراهام بره فاصله بعد از این که میشه خداوند چنین تصمیمی رو داره میاد و میسته و میگوید خدایا ها اف تیسپه صدیق مراشا چطور ممکنه در این شهر حتی یک آدم صدیق چند تا آدم صدیق را باشه آیا میبایستی انسان صالح و خوب و پاک با انسان شریر و ظالم همه با هم از بین برن و ابراهام میگوید خدایا هاش هستو شوفت کل هر اصللا یابات کسی که تو داور کل جهانی نباید سیای تمام دنیا رو با عدالت داوری بکنی خیلی حرف یک بشر در برابر خداوند ایسته ابراهام میگوید بگوید اگر پنجاه نفر آدم صدیق در اینجا باشن آیا باز همونها رو فرام میسازی خداوند گفت نه؟ ولی پیدا نشون شماره ها را کم کم پایین میاره ابراهام تا ده نفر حتی ده نفر هم در اون شهر یعنی در شهرهای سدوم و امورا و شهرکای کوچکی که در اطرافشون بودن همه تأثیر پذیر از این شهر بزرگ بودن دو شهر بزرگ بودن شایستگی باقی ماندن روی کره خاکی را نداشتند، عجیبه حتی ده نفر صدیق در یک شهر پیدا نشده و ابراهام میبینیم در یک از این گفتگوها سخنی میگوید که این سخن مبنای بحث امشب منه او میگوید هینه نهوالتی لده بر الادونی الادونای و انوخی افر وایفر من جرات کردم به خودم که بیایم با خدای خودم صحبت بکنم در صورتی که من خاک و خاک استرم. و یکی از علمای ما ربیت خاک زعیف اهل بریسک از خانواده معروف سلووچیکهاست که اینها روهای خیلی بزرگ بودن در شرق اروپا در لیتوانی و هم در آمریکا او میگوید ببین خاک یک چیز گذشته است از لحاظ زمانی ولی این خاک در آینده میشه از او کاری کرد میشه از اون استفاده کرد این خاک رو میشه در او کاش سبزه و گیاه به وجود آورد غذای انسان و جانداران دیگر از اون تأمین بشه ولی خاکستر چیست؟ خاکستر مربوط به زبان گذشته یه چیزی در زبان گذشته بوده حالا چیزی نیست اهمیتی نداره ارزشی نداره ابراهام آوینو میگوید من خاک و خاکسترم یعنی من هیچم نه در گذشته نه در حال یعنی در حقیقت میبینیم میگویند صفت بارز ابراهام خصد احسانه برای که به همه انسانها حتی بود پرستا احسان میکرد خیمهش در چهار طرف باز بود همه را دعوت میکرد همه را به سوی خداوند دعوت میکرد قضا میداد اول پاراشب میبینیم سه تا عرابی رو میبینه در حالی که بعد از اینکه خود رو میلا کرده بود روز سومی که سخت برای یک بیمار در جایی که نه انتیبیوتیک بیوتیک بود در جراحی اونطوری که ما میشناسیم و باز هم در انتظاره که انسان ها بیاین اونها رو بخورونه و اونها رو به راه خداوند بیاره خیلی جالبه میگویند پیرمرد بود پرستی وارد خونه ابراهام شد خیمه شد ابراهام او را خوران نوشاند و شروع کرد راجع به خدای یگان صحبت کردن و پیرمرد از بغلش یک بود در ورد گفت آه ای خدای من چی داری حرف میزنی من خدایی که ندیده و که نمیشناسم کی هست اینه ابراهام عصبانی میشه یه بار از خونه من بروی بیرون وقتی که میره بیرون خداوند به او میگوید ابراهام این پیرمردی که اصلا اعتقاد به خدای یگانه نداره من هفتاد و چند سال به او رزق, رزق و روزی دادم معاش دادم تو برای یک بار چیزی که به او دادی تحملش را نکردی همه چیزهایی که در اطراف ابراهام میگذره آموزنده است ابراهام میبینیم صفت بارزش نه تنها مهماننوازیه خسده احسانه صفات دیگری در کنار این صفت بارز و برجسته تواضعه فروتنی بیش از حد اوست در حد نهایت که خود را خاک و خاکستر میدونه حضرت داوید میگوید تا اول هشم کل گوه میگوید خداوند هر انسان متکبری رو منفور داره مکروه به درگاه خداوند یکی از علمای شرق اروپا به نام رابیسر سالانتر نهزتی برپا میکنه به نام نهزت اخلاق و اخلاقیات که اون خیلی مهم بوده براش و این انسان از کسانی که متبازه نبودن اونهایی که منم منم میکردن، کردن اونهایی که خود را خیلی بالا می در هر زمینه تحمل اونها را نداشت روزی یک خزانی یعنی پیش آمد به ربی اسرائیل گفت استاد من وقتی که تفیلا میخونم برای مردم مردم خیلی خوششون میاد همیشه از من تعریف و تمجید میکنن از صدای من از طرز خوندن تفیلای من من چه کار بکنم که دچار غرور نشم تکبر نکنم فروتن باشم ربی سر به او میگوید تو وقتی که داری چهجه میزنی یا تفیلا میخونی سر خودتو برگردون ببین مردم چطور دارن به تو میخندن اون تصورتو بیشتر نیست بنابراین میبینید شاه کریده در حقیقت تمام خصائل و صفات دیکوی انسانی اون تواضعه فروتنیه و به همین دلیل به دست آوردن آن هم مشکله چون اصولا مثل این که در بافت بشر تمایل به بزرگ خودبینی خودبینی احترام طلبی شهرت اینها وجود داره کسی که چنین افکاری و چنین خواسته هایی را در مغز خودش میپبرونه و فکر میکنه نمیتونه یه آدم فروتنی باشه ادهی رو میبینیم میلیون ها دلار خرج میکنن که چرا؟ برای اینکه احترامشون رو بگیرن توی تلویزیون توی رسانه ها از او تعریف و تمجید بکنن و شهرت طلبی این آدم نمیتونه یه آدم فروتنی باشه ربی اسرائیل فرانتر خودش میگوید میگوید بزرگترین درجه فقر و نیازمندی در یک انسان احترام طلبی است و اینا همیشه انسان های مسکینی هستن فلان آقا و فلان خانم ثروتمند نیستند در ردیف ثروتمندان ولی همیشه سعی میکنن خود رو ثروتمند و نشون بدن یک کم تواضع نمیخواد یه آقای آخرین مدل ماشین ها رو هر سال خوبه بخره یا لیس بکنه، فقر نمی بلکه میخواد همیشه در رده بالا باشه بگن فلانی با فلان ماشین فلان مدل میاد رابرین خیلی تلمود قشنگ میگوید کل هم مگبی ایت هر کس خود را بزرگ بدونه خود بزرگ بین باشه خداوند او را از بالا به پایین میندازه در نظر خداوند کوچکه با او کوچک خواهد ساخت بعضی از انسان ها هستن از خصلت تواضع و فروتنی بسیار بسیار سهم و و میتونن خود رو در برابر هر چالشی کنترل بکنن در شرق اروپا در یکی از بزرگترین گرد همایی هایی که دانشمندان تلمودی در کنار هم نشسته بودند در این گرد همایی ها معمولا بحث های تلمودی مطرح میشه و هر یک از اینها که هرکش استادانی هستند شروع میکنن راجع به یک سؤال یا به یک مبحث بحث کردن یکی این نظریه رو میده اون یکی برعکسش را خواهد داد یکی از راوهای این جمعیت را یوسف داوید بوده اهل بریسک اونایی که تو اسکه بریسک یک شهری بوده در لیتوانی همه این افراد این شهر علما بودند در حد نهایت او از, از یک از مبحث های تلمودی شروع میکنه یک سوالی را مطرح کردن استادانی که اونجا بودن از اونها میخواد جواب این رو بدن هر کس بر اساس زمینه های دانش خود پاسخی میده به این سوال ایشون ولی هیچ کس جواب درست رو نمیده آخر سر خود این شخص جواب مستدل منطقی میده برای که تمام مبحث های تلمودی بایستی روی عقل و منطق انسان بنشیند میده و این آقا میبینه که در اون جمعیت یکی از راب هایی که بزرگترین راب اصر دوره بوده به نظر همه علما ساکت مینشیند صحبتی نمیکنه. با خودش میگه این این بزرگی که میگویند میره خونه و میگه خب یکی از کتاباشو بردارم ببینم این چی میگه اصلا چی نوشته کتابشو بر میداره و میبینه درست سوال اون مبحثی رو که شروع کرده بود این راوی که در اونجا نشسته بود و مهر سکوت بر لب زده بود همون سؤالها ها رو میکنه و جوابهای منطقی و مستدلی که او داده بود اونم داده خیلی تعجب میکنه شگفت زده میشه دست میکنه که خدایا ای کاش من هم بتونم مثل این آدم بزرگ اینقدر فروتن و خازه و خاشه باشم ابراهام آبینو نه تنها خصلت خصد احسان را داره بلکه انسانیش متواضع او در حد نهایت بزرگی است در زمان خود کسی نیست که او رو نشناسه اعمالش که در تورا منکسه شاید خیلی بیش از اینها تورا کوتاه نوشته با اینکه چند پاراشا به ابراهام و زندگی او تخصیص داده شده و میگویند قطره باران از آسمان چکید چون دریا را دید بسیار خجل شد خجالت کشید من قطری باران در برابر این دریای بیکران گفت جایی که دریاست من کیستم اگر آن هست من نیستم هیچ حساب نمیشم چون به چشم حقارت به خودش نگاه کرد قطره در صدفی قرار گرفت و در درون صدف تبدیل به مرواریدی بسیار زیبا و پرتلالو گشت البته ما میدونیم مروارید چطور درست میشه ولی این زیباست برای پیامی که داره در ادبیات ایران هم اهمیت فروتنی بسیار تاکید شده میگوید بلندی از آن یافت کو پست شد بلندی از آن یافت کو پس شد خودش کوچیک کرد در نیستی کوفت تا هست شد اگه گفت من چیزی نیستم میبینی که هست وجود داره اهمیت داره تواضع کند هوشمند گزین آدمی که عقل و هوش و دانایی داره تواضع رو پیشه میکنه تواضع کند هوشمند گزین نهد شاخ پر بیوه سر بر زمین دیدید درختهایی که پر از سیب و گلابی هستن هیچ وقت صاف نمیره تمام اینها شاخه هاشون پایینه زخاق آفریدت خداوند پاک زخاق آفریدت خداوند پاک پس بند بنده افتادگی کن چو خاک افرام گفت انی افار با افرام خاک و خاکسترم حریس و جهانسوز و سرکش مباش ز خاک آفریدت خداوند ما را از خاک آفریده ز خاک آفریدت آتش مباش امیدوارم که خداوند به همه ما در هر مقامی در هر سطحی از زندگی هستیم این فروتنی خصت ابراهام احسان بخشش و کرامت و فروتنی را به ما عطا بکنه آمین شباد شلوم